چه مرگشه؟ مهندس چیز خاصی نیست. فکر کنم اگه سیماش قطع شده. الان درستش میکنم. فقط یه جوری ردیفش کن دوباره به این راحتی‌ها نزنن ناکارش کنن. چش مهندس، کاری میکنن که اینجور اتفاقی براش نیفته. مشکلش چیه؟ خرابکاری آقا. حتی اون وقت جدی نیست که نشه درستش کرد. میدونی کاری کی بوده؟ نه، ولی میشه یه حدسایی زد. من میگم آقا دوتاشون رو پرت کنیم و کارخونه بیرون، حساب کار دست بقیه هم میاد، دیگه ازش شیرین کاری ها نمی کنم. لازم نکرده. اتفاقا این روزا بیشتر با شما دارا کن. بیچارهای خط در میون دارن حقوق میگیرن. همه جا هم که داری کنترلشون میکنی شاکی میشن دیگه. آقا یعنی زیر سیبیلی رد کنیم بره؟ این دفعه رو آره. حوصله شروع کاری ندارم. یه لشکر شاکی خراب بشن سرم. هر جور شما صلاح ببینید. یه کار دارم. پس آقا اینو ردیفش کن دیگه، برگشتم درست شده باشم. مهندس چیزی شد؟ چه کار داری میکنی تو؟ تو نمازخونه هم دوربین گذاشتی؟ آقا شما اینا رو نمیشناسین. خب دو روز ما از اینا غافل بشیم، برای خودشون برنامه اعتراض و اعتصاب و اینا میچینن دیگه. بد نیست که. چی شده که من ازش خبر ندارم؟ نه آقا هیچی نشده، ولی اگه به اینا سخت نگیریم یه چیزی میشه. آفرین، زرنگ شدی، کارای جدید میکنی، چه خبره؟ آقا شما همیشه ما رو دست کم گرفتیم. بچه ما تو این مدت پیش شما کم چیز یاد نگرفتیم که. از من یا گوهران؟ گوهران؟ از کی تا حالا بدون اجازه من جلسه خصوصی میذاری باهاشون؟ جلسه خصوصی آقا؟ دیروز تو باشگاه تنیس. یادم نمیاد دعوت شده باشه. اشتباه به عرضتون رسوندم. من دیروز دیدم حالتون سر قضیه این پسر امیرعلی خیلی کوک نیست. گفتم خودم برم ببینم حرف حساب این پسر پویان چیه. ولی اصلا با خودم گفتم امروز دیدم تو سیر تا پیاز قضیه رو براتون تعریف کنم. منو خوب میشناسی هرچی ها. فقط یه بار اشتباه آدم رو فراموش میکنم. تکرار بشه نمیبخشم. چشم. حتی من منظور بعدی نداشتم. ولی آقا امروز کلن خیلی هم سرحال نیستی. من میگم برین خونه یه چورتی بزنین، یه استراحتی بکنین، کارای اینجا رو من راستوریس میکنم دیگه. نه خوبم، فقط کلافم. راست این پسره چی شد؟ گذرنامه رو گرفتین ازش؟ دیروز پاسپورت و برداش آور در خونه. خب حرف حسابش چی بود؟ حرف مفت. مردک زل زد تو چشام، الناز ازم خواستگاری کرد. چیکار کرد؟ پاسپورت و برداشتی که مثلا الناس نتونه بده. بعد شما چیکار کردین؟ زدین تو دهنش؟ بهش گفتم حق نداره پاشو بذار تو کارخونه. عجب بابا، این پسر پرروه. اصلا معلوم نیست از کجا سر و کلهش پیدا شده. بابا بدم ادبش کنم. آدمشو دارم. دادم نمیاد یه گوشمالی بهش بدم. ولی میترسم به دردسر دیگه همون اضافه بشه. باید زودتر این نظرت کنم بره تا عشقشون آتشین نشده. Thank you.
الو الو ببین وقتی جواب نمیدم معنیش این نمیشه که نمیتونم، یعنی نمیخوام جواب بدم. اینقدر تلفن منو نگیر. چرا؟ مگه همینو نمیخواستی؟ مگه تو نمیگفتی باید از لاک خودم بیام بیرون، شجاع باشم، نترس باشم؟ من به خاطر تو جنگیدم. آره جنگیدی، ولی با کی جنگیدی؟ با پدر من. اصلا انگار یادت رفته واسه ازدواجمون رضایت این آدم مهمه. چرا این کارا رو کردی؟ من به جرئت میتونم بگم، شاید خودت قبول نداشته باشی، ولی بدترین تصمیمی که توی عمرت گرفتی این بود که پاسپورت منو برداشتی. چیکار باید میکردم؟ داشتی میرفتی، اصلا وقتی نداشتم. باید یه کاری میکردم، باید یه تصمیمی میگرفتم دیگه. آخه چرا وقتی بهت زنگ زدم بهم هیچی نگفتی؟ چرا تنهایی انجامش دادی؟ الان تو یه کاری کردی من جلوی خانوادم زبونم کوتاه باشه. چجوری ازت حمایت کنم؟ بهشون بگم چی؟ اصلا همه رو بندازی گردم. من پشتت خالی نمیکنم. هستی؟ دارم میشنوم. دیروز بعد رفتن بابا چی گفت؟ الان خیلی تمرکز ندارم، نمیخوام صحبت کنم. بعدن راجبش حرف میزنیم. باید بیشتر حرف بزن. الان که دارم میرم کارخونه نمیتونم حرف بزنم. گفته باید برگردم سر کار. میخواد هر لحظه جلوی چشش باشه. من بعد از اون میرم پیش آیدین. لطفاً بیا اونجا. با تصمیم بگیر. قول نمیدم. خواهش میکنم. اونو ببینم چی میشه. خبرش رو بهت میدم. خدافظ. خوبی؟ آره خوبم. چشمات ولی یه چیز دیگه میگه. ببخشید این روزی یکم به هم ریختم. حق داری، روزای سختی رو داری میگذرونی. انگار مشکلات نمیخوان دست از سر بردارن، ولی همینجوری نمیمونه. درست میشه. ممنون که دلداری میدی. دلداری نیست، کنار تیم هممون، همون کاری که تو برای پیمان کردی، پشتش وایستادی، کمکش کردی. منتی نیست، اجباری هم نبود. تو براش مثل که برادر واقعی بودی. یه بار نشنیدم بگی بچه یه خانواده دیگه از کاری به کاریش ندارم. به خاطرش جنگیدی، اما الان باید برای زندگی خودت بجنگی. پسرم بی پولیار نیست، تو جنم داری، استعداد داری، میتونی آینده خیلی خوبی برای خودت بسازی. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ معلومه. یادت نمیاد من و مادر الناز هر کاری که میتونستیم کردیم، اما الان دیگه وقتش خودت تصمیم بگیری. امیرعلی خوب تو چشمام نگاه کن. اگه واقعا فکر میکنی این دختر میتونه مادر خوبی برای بچه‌هات باشه، به خاطرش بجنگ.
سلام، چرا اینجا میای؟ خونه در خدمت بودیم. قربونت، کار دارم باید برم. یعنی بگی دست درد نکنه آقا، توی اوضاع بیپولی شما واسه ما فرشته نجات. حالا ببخشید مسکی، از اون چیزی که با هم صحبت کردیم یه خورده کمتره. پیشخسته بابا. آها. قول نزن دست درد نکنه، کارتو بکن، آخرش باید تصفیه میکنن. چشم، فقط تمیز در بیارین، گیر نیفتینا. آقا خیالت راحت، یه جوری میزنمش عروسک به دست و اصاب دست خونهش واسش گریه کنن. نکشیش. نه دیگه، در اون حد آقا، فقط باید یاد بگیره جلو مهندس ما دست از ما خطا نکنه. خوبه، کی دست به کار میشی؟ شما کی دوست داری؟ تو این یکی دو روزه نسخه پیچش کنم خوبه؟ خودشه. حله نوید، کسی با اون نبره. خیالت راحت. در آروم ببن. چش آقا چش. سلام. سلام. خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ اینجاست؟ نشسته تو اتاق. یه دقیقه صبر کن. کنسلی بلیط ها رو زدی؟ بله. پرینتش رو بر من بگیر با بلیط های قش برام. چشم. اینا چرا یه ساعت حرف نمیزنن؟ زور زدن به در دیوار؟ آرومتر میشنم از صدامونو. میدونم ناامیدت کردم، ولی قول میدم همین روزا اتفاقای خوبی میفته. دارم یه کاری میکنم بابات انگوش به دهن میمونه. چه کاری مثلا؟ ببین، نصف دستگاه کارخونه به خاطر خرابی و فرسودگی یکی دو تا قطعه مهم از مدار تولید خارج شدن. بابات هم که به خاطر تحریم و مشکلات ارزی کاری از دستش بر نمیاد. من یکی دو تا از این قطعه رو برداشتم، بردم پیش چند تا از دوستام که یه کارگاه کوچیک دارن. داریم روشون کار میکنیم، بلکه بتونیم درستشون کنیم. یعنی شدنیه؟ چرا نباشه؟ من خودم قطعه ها رو بررسی کردم، شاید تعمیرشون سخت و زمان بر باشه، ولی اگه اتفاق بیفته با یک سوم هزینه میشه دستگاه رو درست کرد. من به خودم و رفیقم اعتماد دارم، شک ندارم از پسش برمیاد. خب خیلی خوبه، یعنی اگه این اتفاق بیفته حسابی پدرم رو تحت تاثیر قرار میده. من واسه هر اتفاقی که بیفته آمدم، به شرط که پشتم باشه ازم حمایت کن. به نظرت با اتفاقی که افتاده راضی کردن پدرم این کار آسونیه؟ معلومه که نیست، ولی من و تو تصمیم گرفتیم از این مسیر سخت رد بشیم، اگر اینکه نظرت نسبت به من عوض شده باشه. نه، نظر من عوض نشده. بابا همیشه میگه چیزی که راحت به دست بیاد راحت هم از دست میره. من قراره تو رو سخت به دست بیارم، پس راحت از دستت نمیدم. سلام. الناس
کارهای شخصی. این وقت شب؟ ببخشید دیر شد. پیش سارا بودم، اگه باور نمی‌کنین زنگ بزنین ازش بپرسین. این چه حرفیه عزیزم؟ پدرت که به تو شک نداره. واقعا؟ اگه بهم شک ندارین چرا مدارکمو برداشتین؟ نگران چی هستین شما؟ چون میخوام بفرستمت بری در اولین فرصت. خب شاید من نخوام برم. میری، بلکه فکر این پسر از سرت بیاد بیرون. شب بخیر. از دادگاه ابلاغیه اومده. اگه تا دو هفته دیگه پول دیه رو ندم میان سراغ. امروز با یکی از دوستا رفته بودم بانک، با رئیس بانک آشناس. قرار شد یه سری مدرک جور کنم بهش بدم، بلکه بتونی یه وامی واسمون جور کن. اگه جور بشه خیلی خوبه قاسم، اینجوری دیه رو میدیم از شهر اصلا راحت میشیم. آره خدا کنه. ببخشید، شما الان باید به فکر پول پیش خونه باشید، همش درگیر مشکلات من. نه مادر، چه حرفیه؟ ما همه چوب پیمانو میخوریم قاسم. من هنوز فکریم که این 200 میلیون رو چی کار کرده. بعید میدونم اون مقدار جنسی که توی ماشین جاسازی کرده بود اینقدر بیارزه. منم بعید میدونم راه حلی برای این معما باشه. چه فرقی میکنه؟ جون اون بچه را پول واقعا چه ارزشی داره؟ سلام فاد، چطوری کاکا؟ خونه یعنی چی نمیشه؟ نقشه مدارا رو چک کردی؟ خب ببین شاید از آی سی ها باشه. الان کی اونجاست از بچه ها؟ سینا چی میگه؟ باشه الان میگه. نه همین الان خودم میام. بود بهش میداشتی یه تست بزنی. سینا بیا تست بگیر. تمامه؟ تمام. بسم الله. چی آقا باید بشه؟ ما کار ندارم، ما سر این ماجرا کلی حساب وا کردم. اگه به تولید دمو برسیم ما میرم خواستگاری نجم خانم. والله تازه با آقاش هم عرض دادم، منتظر اینه دومادش چه بمبی میتره کنه. فاد جون بمب نیست، یه قطعه کوچیکه با یه مدار پیچیده و سخت، ولی اگه کار بکنه کلی خانواده رو نون میده. با میدونم خودم. این مهم نیست، هر چقدر پیچیده و سخت باشه من مطمئنم شما پسش برمیه. بعد من کلی لباس خریدم واسه عروسی فاد. دمت گرم آقا رسول، خدا از زبونت بشنوه. سر در نمیارم، من نقشه مدارا رو مو به مو اجرا کردم، باید الان دیگه درست میشه. عجیب نیست امیر رجا، این قطعه وصل پین است، هر تیکش مال یه چیزه، طبیعیه طول بکشه بخواد سر هم بشه. ناامید نشو. ناامید نیستم، فقط یکم گیج شدم. من میگم همه رو باز کنی دوباره ببندی.
حتما یه جا سوتی دادیم دیگه. چی بگم والا؟ بیا. میگم ای کمکتون میکنه میخواین ما یه دهن براتون بخونم فضاتون رو عوض ها؟ فقط غمگین بخون چون الان باید گریه کنی. علی بخونم ها؟ سینا بخونم ها؟ نخونم؟ خزونه زده ای سالم نوبتی تمامه بار از راه رسیدن زندگی چه جانن بودو پیشم بودو پیشم بودو اینوشم و نیشم بودو آخرین عشقم بودو آخرین نیشم خزانه زده ای سالم نوبتی تمامن. سلام، بفرمایید. شما تو اتاق من چی کار میکنه؟ ببخش من نمیدونستم. پدرتون گفتن هر وقت بیام میتونم از اینجا استفاده کنم. پدرم اتاق منو داده به شما؟ باور کنید اگه میدونستم امکان نداشت قبول کنم. ولی خب من احتیاجی به این اتاق ندارم. اگه بخوایم میتونم بهتون برش گردونم. نه لازم نیست. حتما پدرم واسه کارشون دلیلی داشتن. خانم یوسفیان، من و برادرم الان با پدرتون جلسه داریم. خوشحال میشیم شما هم تشریف بیارید. ممنون. ترجیح میدم به کارهای خودم برسم. میبینه خانم مهندس کلیه دستگاه هم مدار خارج شد. میبینه؟ من کار رو میکنم. اون چی؟ اینم شما خودتون امتحان کن. این بردش هم روشن نمیشه. تو دیگه میگن تحریم نمیشه قطع بارد شد. چکار برد؟ سلام. سلام. سلام آخری. تو اینجا چی کار میکنی؟ زده به سرت؟ درستش کردم. چیو؟ یکی از اون مداره که قطع شده بود دیگه قطعش رو درست کرد. حالا میتونی مداره بس کن. داری شوخی میکنی با من؟ نه جدی میگم شوخی میکنم. بیا بریم بریم برو من میام. راستش من فکر میکنم مهاجرت اجباری محکوم به شکسته. من خودم سالها خارج از ایران بودم. همچین عاشق دهنسوزی هم نیست. خصوصا برای اونایی که اینجا تو ناز و نعمت دارن بزرگ میشن و عادت ندارن به قوانین سفت و سخت مالی اونا. عرشی ها به شما گفت که من دخترمو دارم اجباری میفرستمش. من؟ آقا من اصلا حرفی زدم به شما. نه سوء تفاهم نشه، خودم اینجوری برداشت کردم. گفتم خب اگه نمیخواد بره بهتر شما اصرار نکنی. اینجوری بلیط رفت و برگشته برش. مادرش اونجاست، همسر سابقه. خودش میخواد بره پیشش. که اینطور. بسیار خوب. من زمان زیادی ندارم. باید به یه جلسه دیگه هم برسم. بهتر بریم سر اصل مطلب.
حالا چیکارا کردید؟ همه چیز طبق برنامه شما داره پیش میره. بیشتر دستگاه به خاطر مشکل قطعات از کار افتادن. کارمندا، کارگرا، همشون ناراضی هن. فکر میکنم همه این روزا دست به اعتصاب بزنن، اعتراض کنن. خوبه. این کارخونه الان مثل یه بیمار رو به موت میمونه. تا زمانی که نفس میکشه میشه ازش استفاده کرد. پویان جان، لیست قطعاتو بفرست، تقاضای عرض دولتی هم بزن. چشم. یعنی میخواین قطعه وارد کنین؟ اصلا ما از عرض دولتی استفاده میکنیم برای واردات اقلام دیگه. بعدش هم یه جوری همون قطعه رو تعمیر میکنیم و روی دستگاه نصب میکنیم تا کم کم از مدار تولید خارج بشه. شرایط خوبی نیست آقای گوهرا. من نمیدونم تا کی میتونه این وضعیت کنترل بشه. شما از روزی که وارد مزایده شدی و شریک پیشنهاد ما شدی میدونستی که این کار کار آسون نیست. به دست آوردن پول زیاد دردسرای خاص خودشو داره. بذار کارگرها اعتصاب کنن. بذار رسانه بیان اینجا فیلم و عکس بگیرن. هرچی خبر بیشتر، شانس ما بیشتر. تقریبا یه جورایی گروگانگیریه دیگه. از لحاظ اقتصادی شما کارآفرینی مهندس. داری کلی از جیب خرج میکنی که این همه کارگر نون بخورن و چرخه تولید بچرخه. این وسط دولت موظفه به شما کمک مالی بده. یعنی کلی کارگر بیکار میمونه رو دست بیمه. اون وقت نقش شما این وسط چیه؟ اصلا چرا با من شریک شدی؟ مگه غیر از اینه که بعد از ختم قائله بیشتر زمینه کارخونه میرسه به شما؟ از روز اول قرار ما این بود که همه مسئولیت ها رو گردن من نباشه. شما توقع داریم ما براتون چیکار کنیم؟ کمترین توقع من اینه که کاری بکنید این قائله ختم به خیر بشه بی سر و صدا. نه اینکه من با جار و جنجال و درگیری بشم گاو پیشونی سفید برای رسانه. ده نشد مهندس، نمیشه شنا کنی و خیس نشی که جنگه. اگه مهمات نداشته باشی و هوش بالایی نداشته باشی به زودی شکست میخوری. منم که طاقت باخت ندارم. شما باید خوشحال باشین که تو تیم برنده بازی میکنی. آقا بفهمون شیرینی، دهنتون شیرین کنین. میتونیم یه کاری هم بکنیم آقای مهندس. شما یه مدت بریم مسافرت، یه استراحتی بکنین، کارهای کارخونه رو بسپریم به من و آقا پویان. بالاخره اینجوری خوردم فشار روتون برداشته میشه. نه خیر، نمیتونم تو این شرایط اینجا رو ول کنم. شدنی نیست. پس شما فقط امضا رو بزنین. بزنین من نقش آدم بده رو بازی کنم. وصله. استارت کن. روشنه؟ آقای مهندس، باید بیای تو سالن. چی شده؟ باید خودتون ببینید، باورتون نمیشه. میشه به منم بگید اینجا چه خبره؟ باورتون نمیشه بابا، آقای مسلمی مدار رو دوباره راه انداخته. دیگه لازم نیست نگران باشید، همه کارا درست میشه. آقای مسلمی؟ بله، امیرعلی، امیرعلی مسلمی. باریکالله به امیرعلی مسلمی. باریکالله.
بزن آقا بزن 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 مهندس این پسر داره با این کاراش گن میزنه تو برنامه هامونو خودش هم جا کرده تو دل کارگرها بدجور انتظار دیگه ای داشتی؟ کار بزرگی انجام داده شما تاییدش میکنین؟ این که ازش خوشم نمیاد دلیل نمیشه منکر تواناییش بشم کلش کار میکنه واقعا ازت ممنونم امروز خیلی کار مهمی انجام دادی چه فایده؟ انگار من هر کاری میکنم به چشم بابات نمیاد نه اصلا اینجوری نیست من دخترشم خوب میشناسمش واقعا امروز کارت روش خیلی تاثیر گذاشت بله من که هر کاری میکنم برای اینکه نظرش رو عوض کنم هر دو با کمک هم کمک هم من دیگه باید برم دلم نمیخواد من رو با هم ببینم نمیخوام پدرم رو حساس شد آقا مهندس جانم چه کردی آقا مهندس آری کردی کارستون ایوان او من که تنها نیستم یه تیم داره کار میکنه روی این قطعه حالا ما زدیم به حساب شما دیگه مهندس اگه زحمتت نمیشه ما بیرون کارخونه جلسه داریم خواستم شما هم تشریفی رو با ما باشی راجبه چی؟ جا که نمیتونم چیزی بگم به قول قدیمی ها دیوار موش داره بیا اونجا همه چیز رو توضیح میدم باشه اینجوری که شما میگی من نمیتونم کمکی بکنم چرا خوام خیلی هم میتونی کمک بکنی که نه یا آدرس میدم بیا خوبه؟ باش دست در نکن ممنونتم فعلا خدافظ زنگ به این پسره دستانس بزن به این پول من که میخواب بده پسره؟ چرا خیلی باش زنگ بگیره امیالیو میگن دیگه بگیرش بگو اصلا کلافه هست میخواد بره سفتا اقدام کنه به تحصیلش بذارش به من گره باش کجا؟ زنگ بزن بگیرش از همینجا میخواب اشتران بذار بلنگو الو امیرعلی قسم انوان کجایی؟ بلنشی بی بدهی تو بده دیگه چی میگی تو؟ بهش بگو اگه کار داره خودش زنگ بزنه خودش؟ خودش که بد شاید کی دسته میخواد سفته رو بذاره اجرا من جلوشی گرفتم از کی تا حالا دلسوز من شدی؟ خب تو بچه معلمونی به هواتو نشوشم کی میخواد داشته باشه؟ تو نصفش رو جور کن وعده بیوزی جلوش لاغل زبونم هم دراز باشه که این بچه معلم خوش حسابی کرده من احتیاجی ندارم خودم با مرده که موضوع پر صحبت کن درست صحبت کن هر کی جای حسن خان بود هم دیهشو میگرفت هم صفتهشو میذاشه اجرا پیش بگو من تازه یه جا مشغول شدم باید یکم صبر کنه بتونم پوش جور کنم به سلامتی کجا؟ چه فرق میکنم به کار کنم به به مبارک شیرنیشم بیار بخوریم دیگه میگم بومزش خوب هم انقدر که بتونی بدی یه تو بدی اینش دیگه به شما ربطی نداره رئیست پول شما خواد منم براش شور میکنم اونقدر موزه من نشی قد کم
میگم ناکس هنوه حبس نیمده کاسب شده، داره بلوف میزنه که زمان بخره. میخوای تحتون کارش رو در بیارم؟ آره ببین جوری که نفهمه، ببین کجا کار میکنن. باشنا بعدش بعدش با من دیگه، تو چی کار داری؟ آدرس شماره تلفن نفهمه برو. باشش پسر امیرعلی همینا، حواستون رو خوب جمع کنید، قیافش رو قشنگ تو ذهنتون بسپارید، از جلسه اومد بیرون یه گوشمالی حسابی بهش میدیم. یه جوری نزنینش بمیره شهر بشه واسه همونو برن شب قرد بکنن. نه آقا حل مطمئن باید نمی خوابش آقا چشم آقا من رفتم حواستون خوب باشه دیگه سفارش نکنم. ببین خری، من به چند از بچه ها پیغون دادم، خب تنها راهشون میکنم ما احتساب را بندازیم، یعنی الان با مهندس مشورت میکنیم. سلام یه روچه. سلام آقای مهندس. سلام آقای سلام آقای بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش اومدید. ببخشید مزاحم چای مهندس. خواهش میکنم بفرمایید. چای مهندس دست شما درد. جانم من در خدمتم. والله آقای مهندس، عذرم شدیم بابت مشورت. هرچی باشه شما هم تحصیل کرده ای، هم با سوادی، هم راهچه و بهتر از ما میدونی. لطف دارید. منم بدم نمیاد اگه بتونم کمکتون کنم. بذار اینجوری بگم آقای مهندس، این کارخونه بعد 20 سال افتاد دست یه مش آدم نااهل. یعنی همین مهندس یوسفیانو که میبینی هی پوز میده و قیافه میگیره واسه ما، اومده با زد و بند و رانت و این حرفا کارخونه 30 میلیاردی رو با 200 میلیون ناقابل صاحب شد. یعنی چی؟ اگه میشه؟ چرا نشه آقا؟ من تاتوشو در آوردم. یعنی اینا تا میتونستن سند و مدرک جعلی جور کردن که مثلا این کارخونه برشکسته شده و مثلا فلان میلیارد بدهکاره. اون وقت اومدم با 2000 ما به تعاقد کشیدن روش، به راحتی کارخونه رو صاحب شدن. عجیبه. ولی خب چه فرقی با حال شما میکنن؟ چرا فرقی نداره مهندس؟ اینا دارن دستی دستی کارخونه رو فلج میکنن. چرا چی گیرشون میاد؟ راستش اینو ما هم نمیدونیم، ولی عقلمون به جای نمیرسه. فقط میدونیم این وسط قشر بدبخت کارگره که نابود میشه. یعنی فردا بهونه میارن که کارخونه برشکست شده، تعدیل نیرو میکنن، کارگر بدبخت هم باید بشینه تو خونش. درست. خب حالا چه کمکی از دست من برمید؟ راستش من با دوستان و با کارگرهای دیگه حرف زدم، قراره یکی دو روز دیگه اعتصاب را بندازیم. یعنی حداقل شد اینجوری یه تکونی به خودشون بدن. من شرایط شما رو درک میکنم آقا ابراهیم، ولی با اعتصاب که چیزی درست نمیشه. شما بفهمید شما چه پیشنهادی دارید مهندس؟ خودتون که دیدید من میتونم به کمک دوستام خط تولید کارخونه رو راه بندازم، یه سر و سامونی بهش بدیم، اینطوری قطعا شرایط شما هم تغییر میکنم. خب شما به تنهایی که نمیتونی کاری بکنی آقای مهندس. قطعا من به کمک شما احتیاج دارم، اینطوری دیگه اونا هم بهونه ای ندارن برای اخراج یا ندادن حقوقتون. اون وقت از کجا معلومی که جواب بده؟ من تمام تلاشم میکنم، اصلا اگه نشود من خودم میام سمت پیشنهاد شما، اولین نفری میشم که اعتصاب میکنه. خوبه؟ خوبه؟ بفرما چاییدن سر شد. بفرما دست شما در. اومد 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 روشن که بریم را بیافت. نه اصلا تو نگران کار نباش، من تو شرایط سخت‌تر از اینم دووم آوردم، فقط یکم زمان احتیاج دارم دیگه. آره مستقیم یه لحظه میشه. از بابا چه خبر؟ خب
تو چرا یکی در میون خراب میشم؟ خب برام عجیبه بابا تا اصلا خوشحال نشد اون قطعه رو درست کردیم دستگاه رو انداختیم. آره خب شاید هم شوکه شد. خیلی خوب باش. مواظب خودت باش. خداحافظ. شاورکتون میزنم.